to the Nava Podcast. Music, culture, art, and politics are here. شنوندگان عزیز پادکست نوا، درود بر شما. بیژن افتخاری هستم. در ششمین برنامه از سری برنامه‌های گفتارهای بیژن افتخاری، دوستان عزیز، امروز شنبه 24 آبان ماه سال 1399 برابر است با 14 نوامبر سال 2020. دوستان گرامی، انتخابات در آمریکا انجام شد. ظاهرا آقای بایدن برنده این انتخاب خوابات شد و آقای ترامپ نتوانست آرای کافی رو به دست بیاره. آنچه که اعلام شده تا کنون حاکی از برتری تعداد آرای آقای بایدن داره. در مجموع در کل کشور ایشون 5 میلیون رای بیشتر از آقای ترامپ به دست آورده و آقای ترامپ میره که تبدیل به دومین رئیس جمهور آمریکا ظرف 100 سال گذشته بشه که نتوانسته است مجدداً انتخاب بشه برای بار دوم. این که حالا چه اتفاقی میفته، چون هنوز ظاهراً ایشون قبول نکرده و داره به دادگاه ها شکایت میکنه و حتی صحبت های غیر عادی هم داره انجام میشه در مورد ایشون که حالا توضیح خواهم داد، من میخوام امروز بپردازم به این که این موضوع چقدر برای ما ایرانی ها اهمیت داره و چرا اینقدر اهمیت داره. ابتدا عرض بکنم که دوستان عزیز، به نظر میاد که آقای ترامپ نمیخواد نتیجه انتخابات رو بپذیره و به عنوان اینکه تقلب شده و مطالب کلی گفتن، جو رو میخواد یه جوری نگه داره که من هنوز رئیس جمهورم. در کنار اون آقای ترامپ وزیر دفاعش رو که خودش انتخاب کرده بود و 6 ماه پیش هم انتخاب کرده بود برکنار میکنه، اونم در حالی که حدود 2 ماه یا چند روزی بیشتر رئیس جمهور نخواهد بود اگر اوضاع به صورت عادی پیش بره و انتخابات درست انجام بشه. به خصوص که تا کنون از 7 شکایتی که وکلایشون کردن، هر 7 مورد در دادگاه‌های مختلف رد شده و قضات حتی بهش وارد هم نشدن به خاطر کمبود مدارک. خب این به اصطلاح عوض کردن وزیر دفاع در این زمان تعجب برانگیزه. عده‌ای فوراً اون رو نسبت دادن به این سیاست خارجی آمریکا و حتی یه عده‌ای گفتن که ممکنه قصد حمله به ایران رو داشته باشه. من البته چنین درکی از این موضوع ندارم. نگرانی من موضوع دیگری است و اون این استش که ممکنه آقای ترامپ داره در وزارت دفاع تغییراتی میده، چون فقط هم وزیر دفاع نیست، 7-8 نفر از سران بالای رده بالای وزارت دفاع آمریکا رو عوض کرده یا استعفا دادن رفتن و ایشون داره افرادی رو میذاره که خیلی هم خوشنام نیستن، از جمله یکی از فرماندهان بازنشسته ارتش با نام فامیلی تاتا که گفته میشه یک کپی خود آقای ترامپ هست از نظر شخصیتی و اصلا در ارتش مورد محبت نبوده و حالا آقای تاتا رو به عنوان کاندیدای وزارت دفاع ایشون در نظر داره و نگرانی این میتونه باشه که احیاناً آقای ترامپ در فکر یک نوع کودتای نظامی است و میخواد از این طریق قدرت رو حفظ کنه. اختلاف آقای ترامپ و وزیر دفاعی که اخراجش کرده آقای مارک اسپر در یه مورد خیلی روشن است و اون این استش که زمانی که در جلوی کاخ سفید در واشنگتن مخالفین ترامپ جمع شده بودند و شعار میدادند که بیرونش کنید و او رو از اینجا بندازید بیرون، آقای ترامپ به آقای مارک اسپر وزیر دفاعش دستور میده که نیروهای ارتش وارد خیابون بشن و جلوی تظاهر کنندگان رو بگیرن و آقای مارک اسپر میگه که بر اساس قانون اساسی ما حق نداریم از نیروهای ارتش علیه مردم استفاده بکنیم و این کار رو نمیکنه و حتما دیدید که ظاهرا یه سری لباس شخصی
حالا از سازمان‌های مختلف اطلاعاتی آمدن و این کار رو کردن و از اینجا اختلاف این دوتا شروع میشه. و خب الان اخری که آقای ترامپ میاد و این شخص رو که در این مورد باش مخالفت کرده، اونم بعد از انتخابات که ظاهرا دیگه زمانی ایشون نداره که رئیس جمهور باقی بمونه، عوض میکنه، این شایبه رو ایجاد میکنه که ممکنه بحثای دیگه هم در کله آقای ترامپ هست و یکیشون هم میتونه همین کودتای نظامی باشه. آیا این شدنیست یا نشدنیست رو حالا ما نه بحثش رو میتونیم بکنیم نه جاش هست. من اطلاعات کافی در این مورد ندارم، میدونم که مردم مسلحن، اما یادتون باشه به هر حال 72 میلیون به آقای ترامپ رأی دادن و ترامپ همیشه این قدرت رو داره که بخشی از اونها رو بسیج کنه به نفع خودش. بنابراین موضوع به همین سادگی ممکنه نباشه، مسائل دیگه ای هم پشتش باشه و این بحث کودتای نظامی هم میتونه یکی از گزینه‌های آقای ترامپ باشه، با این عنوان که آقا حق منو خوردن، انتخابات رو دزدیدن و دادگاه هم درست رسیدگی نمی کنن و من نمیتونم بذارم 72 میلیون که به من رأی دادن اینجا حقشون باطل بشه. از اینجور داستان ها دیگه به هر حال هست و میشه چیز کرد. به هر حال این نکته ایست که ما در پیش رو داریم. اما برگردیم سر بحث خودمون و ببینیم که خب آقا این انتخابات آمریکا به خصوص این دوره چرا اینطور مورد توجه ایرانی هاست و چرا اصلا مهمه؟ میبینید دیگه یه عده که شبانه روز دارن اینو بررسی میکنن و ما ایرانی ها که استاد این کاریم، از بیکاری بعضی ها میرن حتی برای جناب ترامپ مدرک هم جمع بکنن که آها ببین این لحظه تلویزیون CNN داشت آمار ایشون رو مثلا 1,400,000 تا نشون میداد، یهو کرد 1,200,000 تا، بفرما اینم یه مورد تقلب. حالا دیگه مثلا CNN داشته آمار کیا نشون میداده و چه اتفاقی افتاده اونو ولش کن. برای ما اصلا رفتیم در تیم ملی آقای ترامپ قرار گرفتیم، هوادارش شدیم و هر جورم هست میخوایم کمکش کنیم که این بشه رئیس جمهور. وقتی هم میپرسید چرا، میگه آقا این با جمهوری اسلامی بده، من دارم با جمهوری اسلامی مبارزه میکنم و این جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته. وقتی میپرسید که بسیار خب آقا ما قبول داریم الان آقای ترامپ تحریم های علیه جمهوری اسلامی گذاشته و فشار میاره، ولی قبلا هم که تحریمش کردن در زمان اوباما که تحریما بسیار عظیم تر از این بود و نه تنها آمریکا، تمام کشورهای اروپایی حتی چین و روسیه هم ایران رو تحریم کرده بودن که بیارن بشینن پای میز مذاکره و بمب اتمی رو از دستش بگیرن. هم پای میز مذاکره آوردن هم بمب اتمی رو ازش گرفتن. حالا بفهمید که آقای ترامپ هم داره تحریم ها رو ایجاد میکنه که چیکار کنه؟ با کلام خودش میگه میخوام بیارمشون پای میز مذاکره و تا الانم 4 ساله این وعده رو به ما داده، هیچ نتیجه هم نگرفته. بنابراین من متوجه نمیشم که چرا یه عده اینطور عاشق شدن بر آقای ترامپ در حالی که عملا هیچ کاری نکرده که شما احساس بکنید مردم در داخل ایران یه فرصتی براشون ایجاد شده. برعکس هر چقدر اینا فشار رو بیشتر کردن، اگر جمهوری اسلامی در خارج یه قدم عقب نشینی کرده، در داخل 5 قدم جلو رفته و فشار رو بر مردم بدبخت بیشتر کرده. دیگه جوان بیگناهی رو مثل نوید افکاری رو بگیره، تمام دنیا از جمله همین آقای ترامپ خواهش کنن که آقا این بچه رو اعدام نکن و با کمال وقاحت اعدام میکنه. ندا از صدای هیچ کسی هم یا صدا از ندای هیچ کس در نمیاد. پس من واقعا خودم متوجه نمیشم که چرا یه عده اینطور عاشق آقای ترامپ شدن بدون اینکه نتایجش رو بگن و بدون اینکه بگن که بله آقای ترامپ داره تحریم میکنه همونطوری که اوباما تحریم میکرد، که اینا رو بیاره پای میز مذاکره که باهاشون به توافق برسه. این یه تیکه رو دیگه کسی نمیگه، مثل اینکه یه عده میگن لا اله ولی بعدش نمیگن الا الله. بنابراین اون بخش اول میگن که آقا ما گفتیم لا اله یعنی خدایی نیست، ولی بخش دومش که الا الله آخه. بنابراین نمیتونی بگی در قرآن هم میگه خدا نیست. الان دوستان اینطوری برخورد میکنن که
بله خب آقای ترامپ خیلی خوب داره فشار میاره و این فشارها باعث میشه که مردم در داخل ناراضی بشن و مردم که در داخل ناراضی شدن اون وقته که میریزن تو خیابون و کار تمومه دیگه. یا اصلا آقای ترامپ وقتی ببینه نتیجه نمیده عصبانی میشه، دستور میده حمله کنن، اونا آمریکایی‌ها میریزن ایران رو حمله میکنن و جمهوری اسلامی رو تار و مار میکنن. بعد میگن که خب عزیزان ایرانی با خون آریایی غلیظ چه امر دیگه ای دارید، ما در خدمتون هستیم، هر امری فرمایشی هست بفرمایید. اینطوری دارن تو فکرشون نگاه میکنن دیگه، نگید اینطور نیست. خوب دقت کنید در صحبت های این افراد همینا رو میبینید که بله ان شاء الله بالاخره این نظام وامونده میره، یه نفسی میکشیم. به این سادگی نیست دوستان عزیز. اولا فقر شدید، من در برنامه قبلی هم گفتم الزاما معنیش انقلاب و این حرفا نیست. ممکنه شورش و شورش گرسنگان به دست بیاد ولی بی‌نتیجه است. مردم گرسنن، چیزی از دست دادن ندارن، میان تو خیابون میزنن در و دیوار اینور اونور خورد میکنن، ولی چون فاقد رهبریه، چون فاقد استراتژیه، چون فاقد تاکتیکای مشخصه به جایی نمیرسه، یه خشم کوره. اگر نارضایتی اقتصادی میتوانست باعث این موضوع به صورت مکانیکی بشه، دوستان عزیز زمان شاه وضع مردم بدتر بود یا الان؟ اصلا الان چرا؟ 10 سال پیش تو ایران، 20 سال پیش تو ایران، 30 سال پیش تو ایران، همیشه حساب بکنیم وضع مردم خراب بوده. چه اتفاقی افتاد؟ چرا بس نشود؟ نه دوستان، اینطور مکانیکی به قضیه نگاه کردن ما رو به ناکجا آباد میبره. برای این بحث که آقای ترامپ خیلی خوبه برای اینکه نظام رو تو فشار گذاشته، بدون اینکه به بقیهش بپردازیم ما رو دچار همین سرگردانی میکنه که الان میکنه. این که جو بایدن میاد، آقا دیگه تمومه دیگه، آقای آمریکا همه امتیازها رو میده. اصلا جو بایدن آخونده خودش و میگن که اصلا ایرانی هم بوده، پدر سوخته با آخونده و آخونزاده است، از اینجور داستانا. اون هم غلطه که فکر کنید اگر این آقا اومد دیگه همه چی به نفع جمهوری اسلامی میشه، برای که ما اصل موضوع رو چون نمیدونیم داریم به فریاتش میپردازیم که بله ترامپ خیلی مخالف آخونده، پدرشون رو در میاره، بایدن که اصلا آقا یادتون زمان اوباما چه پول هایی به اینا دادن؟ 1001 بارم توضیح بده که آقا معامله بوده، اینا رو تو فشار گذاشتن، آوردن پای میز مذاکره، بمب اتم از دستشون گرفتن یا حداقل تولیدش رو به 10 سال 20 سال عقبتر انداختن و ما به ازایش پولهای بلوکه شده خودشون ناشی از فروش نفت رو به صورت اقساطی طی 10 سال بهشون پس دادن یا دارن میدن. حالا هرچی اینو شما به این کسی نمیخواد گوش بده که بابا پول فروش نفت جمهوری اسلامی رو جلوشون بسته بودن، یکی از بخشای تحریم این بود و بعد که توافق برجام امضا شد و جمهوری اسلامی موافقت کرد که سانترفیوژا رو داغون بکنه، اون چیز عراق رو سمنت بگیره، همه این کار رو بکنه، قرار شد این 154 میلیارد بلوکه شده رو هر سال 10% شو بدن بهشون و اولین قسطم 1.4 میلیارد نقد دادن، چون اینا حسابی در فشار بودن، فشار اقتصادی بودن. حالا اینو هی میگن بایدن پول داده، یه دم که اصلا میگن از بودجه آمریکا داده، چون نمیدونن دیگه. ما شلوغش میکنیم، به حقایق کار نداریم و انتظار داریم که بر اساس افکار بچگانه ما و داستانهای من درآوردی ما دنیا اونطوری بچرخه. خب نمیچرخه دیگه، 42 سال اینطور بچگانه با مسائل برخورد کردیم، 42 سال هم از داریم درجا میزنیم. تو این 42 سال هم یه روز عاشق خمینی شدیم، یه روز عاشق حخا شدیم، یه روز عاشق احمدی نژاد شدیم، یه روز عاشق نمیدونم حسن روحانی شدیم، یه روز عاشق ترامپ شدیم، هر روز یه بازی واس خودمون درآوردیم دیگه. و این هم نتیجهشه دوستان گرامی. اما این بحث بایدن و ترامپ رو بذاریم کنار، بریم ببینیم چرا ما ایرانی ها اصلا به این بحث انتخابات آمریکا اینقدر توجه میکنیم. اجازه بفرمایید من از اسد عزیزم خواهش کنم یک موسیقی خوبی رو برای ما بذاره که یه مقدار با اعصاب آرومتر بریم به این بخش دوم موضوع بپردازیم. با ما باشید دوستان. Over and over, the look
متشکرم از اسد گرامی با این موسیقی زیبایی که برای ما گذاشت. اجازه فرمایید بخش دوم رو صحبت کنیم و اون این استش که اصولاً چرا ما ایرانی‌ها اینقدر به مسئله انتخابات آمریکا توجه میکنیم و چرا حتی دوست داریم واسه خودمون داستان بتراشیم که بله آقا این آقای ترامپ شیردل بشه، این 4 سال اول که پدر جمهوری اسلامی رو در آورد، در 4 سال دوم هم پدر جمهوری اسلامی رو در میاره. حالا دیگه این که اینشون چیکار میکنه؟ آقا تحریم میکنه. از این تحریما که بدترش رو قبلا کردن، ولی باز نشستن با اینا مذاکره کردن. خود این آقا پسرم گفته منم باز میشینم با اینا مذاکره میکنم. اینا رو دیگه ولش کن دیگه. مهم اینه که ما تو کلمون واس خودمون درست کردیم که انشالله این آقا این نظام میندازه و اگه بشه مثلا این آدم مورد علاقه من، مثلا مجاهدین میگن که ما میریم سر کار، طرفدارای پادشاه میگن که اعلی حضرت رضا شاه دوم میاره سر کار، از این جور داستانا. اینا همون افکار بچگانه ایست که در ما هست. اما دوستان، دلیل توجه ما به مسئله انتخابات آمریکا دوستان یک دلیل تاریخیه. در ذهن ملت ما دوستان عزیز، در حافظه تاریخی جمعی ما، ظرف 100 سال یا 120 سال گذشته ما شاهد بودیم که حکومت‌های حاکم بر ایران، دولت‌ها و پادشاهان حاکم بر ایران در نهایت توسط کشورهای غربی آمدن و رفتن. از
روابط قاجار با انگلیس شروع بکنی تا تصمیم انگلیس برای برکناری قاجار و جایگزینیش با رضا شاه کبیر. تصمیم انگلیس ها بود دیگه، مگر اینکه حالا یه عده‌ای که اخیراً مد شده همه تاریخ رو من درآوردی واسه خودشون یه چیزی در میارن و میگن و یه عده‌ام بی سوادتر از اونا دنبالشون راه میافتن. یه آقای هست به نام فربه هر چی چی، یک داستانای واسه خودش میشینه و میبافه تعویل میده، یه عده ابلهتر از اون هم هی استاد میکنن و مزخرفات اون رو به عنوان حقایق تاریخی مطرح میکنن. از این آدم ها کم نداریم، زیاد داریم، ولی اینان و من معتقدم اینا آدم های فرستاده شده جمهوری اسلامی هم برای به هم ریختن جو. اما بگذاریم، این داستان دوستان اتفاقا سابقه تاریخی داره، از براندازی قاجار و آوردن پهلوی، از آوردن رضا شاه تا اخراج شاه مملکت ما توسط انگلیسی ها و فرستادنش به آفریقای جنوبی. آخه یه ذره باید دقت کنیم، شاه کشور ماست، حاکم کشور ماست، انگلیس ها تصمیم میگیرن که آقا شما باید بری و برای جایگزینیشم تمام خواهش تمنای رضا شاه قبل از رفتن دست به دامان فروغی شدنه که آقا بگو اقلا من میرم، من هیچ مقاومتی نمی کنم، هیچی هم علیه شما نمیگم، بی سر صدا هم میرم، به شرطی که پسر ما رو بذارید باشه. و بنابراین جایگزینی رضا شاه با پسرش هم باز باید با موافقت کشورهای خارجی باشه. بعد میاد در داخل کشور در سال 32 بین پادشاه مشروطه، چون قرار بود ایشون پادشاه مشروطه باشه، در دولت دخالتی نداشته باشه، بین ایشون و نخست وزیر اختلاف میفته و ایشون مثلا فرار میکنه از کشور. دوباره کی میاد این وسط و این داستان رو به هم میریزه؟ این بار انگلیس ها با کمک آمریکایی ها، چون حالا آمریکایی ها دیگه تبدیل به آقای جهان شدن دیگه، و این بار هم میاد اون نخست وزیر رو اینا میندازن بیرون و شاه رو اینا برمیگردونه. بسیار خوب. بعد میاد سال 57 میشه، همون شاهی که مورد عشق و علاقه این غربیا بود، چون سیاستشون در منطقه خاورمیانه عوض میشه، چون دیگه نمیخوان خاورمیانه یک کشوری به نام جزیره ثبات به نام ایران داشته باشه، بلکه ایران خودش باید تبدیل به محل صدور تروریسم بشه تا اینا اسلحه بفروشن، میان همون شاه رو خودشون برمی‌دارن و یک مادون حیوانی رو که معلوم نیست از کجا پیدا کردن برمی‌دارن میره میزنن سرمون. ما هم که بچه‌ایم، ما هم که کودک صفتیم، یهو عاشق میشیم دیگه، همونطور که امروز بعد از 40 سال از این تجربه یهو عاشق آقای ترامپ شدیم هممون و خمینی میاد. خب من فکر میکنم بی دلیل نیست که ما داریم به دست آمریکایی‌ها نگاه میکنیم، این در حافظه تاریخی ماست که آقا اینا هر کی رو بخوان میارن و هر کی رو بخوان میبرن، ما هم این وسط بیکاریم، کاری نیستیم این وسط، خلاصه همه چی دست خودشونه. خب طبیعیه دوستان که الانم ببینن یه رئیس جمهوری در آمریکا هست که مثل قدیمی ها همچین مماشاتی با این نظام نمیکنه، خیلی دیپلماتیک حرف نمیزنه، فقط مونده فوش خوار و مادر به اینا نده، خب یه عده عاشقش بشن دیگه. این ناشی از اون دیدگاهه، این که ما ایرانی ها هیچی نیستیم آقا جون، ما هیچ توانی نداریم، ما مثل انسان‌های محجور، مثل بچه‌ها منتظریم ببینیم بزرگترامون چه تصمیم می‌گیرن. نمی‌دونم مثلا ما بچه بودیم خانوادگی بعد می‌رفتیم 13 به در، هر دفعه یه تصمیم می‌گرفتن خانواده ما که مثلا این 13 به در رو فرض بفرمایید بریم طرف کرج یا بریم طرف چالوس یا بریم باغ فلانی یا بریم فلانی در شمیران، هر دفعه اینجوری تصمیم می‌گرفتن. حالا ما بچه‌ها هم دور این بزرگترها بودیم، اونجور مواقع مثلا فرض بفرمایید تو بین ما بچه‌ها این بود که اگه بریم باغ کرج فلانی خیلی خوش میگذرد، جای دیگه بهتره. خب میافتادیم وسط که کرج مثلا بریم باغ کرج، ولی تصمیم اونا میگرفتن و الزاماً هم نمیدیدن ما چی میگیم، به شرایط خودشون نگاه میکردن. الان هم ما اینطوری شدیم، ما ایرانی ها افتادیم وسط که ترام. چرا؟ چون ما که خودمون هیچ نه قدرتی داریم نه توانی داریم نه چیزی داریم. از اینجاست دوستان عزیز، مشکل از اینجاست. واسه همینم افرادی که میان میگن آقا جون ول کن ترام کیه،
به فکر خودتون باشید، کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. حرفشون در تئوری درسته ها، هیچ نمیشه ردش کرد، ولی در عمل که میای میگی آخه عزیز کدوم پشت کدوم ناخن، با چه امکاناتی؟ ما اینقدر ذلیل شدیم که یه امکانات حداقلی هم نداریم. 4 تا گروه سیاسی نداریم که مردم پشتش باشن. گروه سیاسی زیاد داریم ها، نمیدونم بشماری شاید 4000 تا داریم، ولی این که مردم از اینا حمایت کنن دوتا هم نداریم آخه. خب پس مردمی داریم که سرنوشت خودش رو رها کرده در دستان دیگران، نشسته به امید این که دیگران بیان و نجاتش بدن. حالا شما ای بگو کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من، گوش نمیده. حافظه تاریخیش بهش میگه آقا ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد، همه چی دست بزرگتراست، بزرگترام آمریکان، غربیان، ما هیچ، ما تماشاگر. و خب این طرز تفکر دوستان عزیز ما رو به همین جای میاره که تعالی آورده. اگر فرض بفهمید که آقای ترامپ بماند و فرض فهمید که همین اگرای گنده است، نه اگرای کوچولو، که تصمیم بگیرد با جمهوری اسلامی مقابله کند و بگوید که من جمهوری اسلامی رو در فشار میذارم شما مردم ایران یک کاری بکنید، بازم به شما عرض میکنم مثل همین 4 سال گذشته که نظام تو فشار گذاشت و ما هم هیچ کاری نکردیم، همین وضع ادامه خواهد. اگر، و بازم این اگر بزرگه، اصلا گفت خب این مردم که عرضه ندارن، من خودم رژیمو عوض بکنم و این رژیمو عوض کرد، برید الان ببینید تو امروز من دارم میبینم که آقای بولتون مشاور امنیت ملی آقای ترامپ اعلام میکنه که معذرت میخوام، جنرال ماتیس یکی از فرماندهان ارتش چیز اعلام میکنه که متاسفانه ما در افغانستان با طالبان و از پشت سر حکومت افغانستان، مثلا حکومت منتخب افغانستان، زد و بند کردیم. همین دوره آقای ترامپ. یعنی تصور این بکنید که آقای ترامپ میاد و اصلا دولت عوض میکنه و بعدم میسپره به دست شما که تصمیم بگیرید چیکار بکنید، یک فکر باز بچگانه است. چنین اتفاقی نخواهد افتاد. همونطور که دیدید لشکرکشی عظیمی در زمان بوش به عراق کردن و سیاست‌های اصلی اونا هیچ، نه در زمان بوش، نه در زمان آقای اوباما و نه در زمان آقای ترامپش تغییری نکرد. اونجا رو به 3 تا منطقه کوچولو کوچولو تقسیم کردن. همه دولت‌های محلی هم باید زیر نظر اینا کار بکنن. اگر شما پیشرفتی در زندگی مردم عراق و افغانستان ببینید، همون پیشرفت دارم آقای ترامپ برای من و شما خواهد آورد. بنابراین دوستان عزیز، ما تا زمانی که دارای این وضعیت هستیم، یعنی نتونستیم 4 تا گروه و دسته رو خود ماها حمایتشون کنیم، بپذیریمشون همشون رو به عنوان اینکه آقا این که نفهمه، این که اصلا خرفت 57، این که اصلا جاسوسه، این که سیبیلش کجه، از این جور مسائل باش برخورد کردیم، یعنی نپذیرفتیم که در قرن 21 احزاب و گروه ها راه مبارزه و انسان ها باید در این احزاب و گروه ها خودشون رو سازماندهی کنن، از احزاب و گروه هایی که افکارشون بهشون نزدیکه حمایت کنن، برن داخلش، اگرم مخالفتی دارن برن در داخلش و مخالفتشون رو ابراز کنن، مشارکت کنن در سرنوشت خودشون از طریق تجمع، از طریق سازمان دادن خودشون. تا وقتی این نپازی رفتیم دوستان، همین آش و همین کازه است، همین بلبش و بازاریست که دارید میبینید و درش هیچ امیدی به آینده روشن نیست. من متاسفم که امروز حرفای من عمدتاً بدبینانه بود، ولی خب شما وضع کشورمون رو ببینید، شما از من بدبینتر میشوید نسبت به مسائل و فکر میکنید که بشینیم ببینیم اشکال کار از کجاست. من اشکال کار رو در این میبینم که ما ایرانی ها هیچ اهمیتی به بحث سازمان خود سازماندهی نمیدیم و این خود سازماندهی هم از طریق حمایت از حالا شخصیت ها، احزاب، گروه های سیاسی و این در این چند مورد، در این اشکال گنجانده میشه. ما چه این کاری نمی کنیم. خیلی هم افتخار میکنیم که آقا من تو عمرم عضو هیچ گروه حزب و دسته ای نبودم. خیلی خب عالی، خوش به حالت. ولی نتیجهش
همینه که داریم با هم میبینیم. دوستان عزیز بسیار سپاسگزارم که از این برنامه به این برنامه توجه کردید. از شما خواهش میکنم نقطه نظراتتون رو با من از طریق پادکست نوا در میون بگذارید. تا هفته آینده بدرود. گذاشتی زیر رگبار نگاهت دلم انگار زیر و رو شد، برای داشتن عشقت همه جونم آرزو شد. تا نفس کشیدی انگار نفسم برید تو سینه، ابر و باد و دریا گفتن حس عاشقی همین. سرنوشتم بی بهونه پا گذاشتی، اما تا قایقی اومد از من و دلم گذشتی. رفتی با قایق عشقت سوی روشنی فردا، من و دل اما نشستیم چشم راهت لب دریا. درختی لحظه های بی تو بودن میگذره اما به سختی، دل تنها و غریبم داره این گوشه میمیره، ولی حتی وقت مردن با سراغ تو میگیره. میرسه روزی که دیگه قعر دریا میشه خونم، اما تو دریای عشقت باز یه گوشه‌ای میمونم.